آیت الله العظما سید محمد تقی مدرسی طی سخنانی گفت شیعه دو نیروی محرک دارد، یکی نیروی نشاط، شور و احساسات است و دومی نیروی حکمت و خردورزی است که آن را از امیرالمومنین امام علی علیه السلام و شور خود را از امام حسین علیه السلام در کربلا الهام می‌گیرند. ایشان در مصاحبه‌ای با شبکه آلمانی ZDF افزود شیعیان در طول سال و در تمامی منابر، جلسات و مراکز خود درباره امام حسین علیه السلام سخن می‌گویند و با فرارسیدن اربعین حسینی شعله عشق در قلب آنها شعله ور می‌شود. البته شور و نشاط آنها تنها از بعد احساسی نیست، بلکه بعد دینی و تمدنی که در قیام امام حسین علیه السلام وجود دارد نیز در این شور اثر گذار است. آیت الله العظما مدرسی درباره زیارت اربعین گفت این زیارت یک راهپیمایی الهی است و تنها متعلق به شیعه و اسلام نیست. مشارکت کنندگان در این مراسم با تمام وجود امامت امام حسین علیه السلام بر بشریت را احساس می کنند. از این روز که محبین اهل بیت علیهم السلام تلاش می کنند هر ساله در این مراسم شرکت کنند، اما بسیاری از آنها امسال به سبب موانع بهداشتی و سیاسی نتوانستند خود را به کربلا برسانند. وی در پایان گفت خدای سبحان که جهان را خلق کرده انسان را در چالش و سختی تنها نمیگذارد، بلکه همواره به او امید میدهد که بتواند استقامت کند. خدا در تمام کتب آسمانی وعده داده که جهانیان زیر پرچم ایمان متحد خواهند شد که این پرچم به دست حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف است و همراه او حضرت عیسی علیه السلام نیز خواهد آمد و پشت سر او نماز خواهد خواند تا سبب اتحاد بین مردم شود.